بفهمید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ به نام معصومه، نام مادر فاطمه. از معجزا 18 نفر دختران که کر و لال بودن به لطف نور الهی و عبادت هفت سار عزیز شفا پیدا کردن. بله. آقا محمود و سمان خانم از مازندران بعد از 18 سال به لطف نور الهی و عبادت هفت سار عزیز بچه دار شدن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ عبادت بشم برای بچه گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه. زنده باشی خانم، به خدا میسپارم اتو. بعد از این من میخواستم تبریک بگم به اون اشخاصی که به گنجینه میرسن و امیدوارم که از خدای بزرگ غافل نشن و به یاد دردمندا باشن. فداتون بشم، سپاسگزارم که اینو فرمودین. مرسی عزیزم. حالا بذارین براتون بگم خواهر گلم، اگه وقت داری من یه دقیقه باید صحبت کنم. ببین خواهر نازنینم، یه عده تو فامیلا صاحب گنجینه میشن، بعد حالا ما کاری نداریم به هر کدوم فامیلشون چقدر کمک میکنن، اون اصلا به من ربطی نداره، یا این که اصلا ما دوست نداریم دخالت کنیم، و یه عده دیگه از فامیلاشون که شرایط ندارن و نمیتونن تو مسئله گنجینه ای شرکت کنن، عزیزای من میشن واقعا دشمن خونی ما. به هم دیگه اطلاع میدن که این برنامه بده، این برنامه اینجوره، اون، یعنی واقعا برای ما داستانی درست میکنن. البته خوشبختانه خوشبختانه اینا مهم نیست، ولی اینی که مهمه واقعا انسانا از این که سعی نمیکنن بعضیاشون تلاش کنن و بهش برسن و چقدر عصبی میشن از این موضوع. امیدوارم اونا هم، البته یه عبادتی امروز ما برای اینا داریم که خدای مهربان به قلبشون آرامش بده. عزیزم یک لحظه در نظر بگیر، اونی که صاحب گنجینه شد تلاش کرد و تو هم اگه تلاش بکنی تو هم میتونی. چرا داد و بیداد؟ چرا به دیگران تهمت زدن؟ چرا ناراحتی؟ چرا خدای نکرده ضعیف کشی؟ چرا؟ آره خواهرم، آره قربون جان، اتفاقا اونم من بزرگتر آرزوی منم اینه که اگر روزی راهی برام باشه که به گنجینه برسم، اول کمکی باشم برای بچه های خیابانی و بعد خانه سالمندا و بیمارستانا. در ضمن ما در ایران، تو ایران خیلی دردمند داریم، نه تو ایران، همه جای دنیا. میدونم عزیزم، ما باید غافل نباشیم از خدا. خیلی ها هستن نیمه خانم که تو این، یعنی به هر چیزی گنجینه میرسن، یعنی سریع از خدا غافل میشن. دقیقا، بسیار میبینیمشون، بسیار میبینیمشون عزیزم. بله، قربونت برم. بله، زنده باشی. زنده باشی. اگه ممکنه دست پرگل و مهربون تو برام بلند کنی ممنونم. چشم عزیزم، بچه تم از طرف من ببوس. خدا نگهدار. زنده باشی، قربون اون دستات که می نویسی و قربون اون چشم روشنت برم. ایشالله که هر چیز بیتر خوب بشی بلند. مرسی عزیزم، ممنونم. خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی آرامش برکت و تو زندگی به هدیه کنه نازنینم.